فصل ششم ای فرزندان، وظیفه هر مسیحی این است که از والدین خود اطاعت کند. اولین حکمی که با وعده همراه بود این است، پدر و مادر خود را محترم بدار. و وعده آن این بود تا کامیاب گردی و عمرت در زمین طولانی شود. و شما ای پدران، فرزندان خود را خشمگین نسازید، بلکه آنان را با آموزش و پرورش مسیحی تربیت کنید. ای غلامان، طوری با احترام و اشتیاق و یکدلی مطیع اربابان انسانی خود باشید که گویی از مسیح اطاعت می کنید. اطاعت شما فقط به خاطر این نباشد که تحت مراقبت هستید و یا می خواهید دیگران را خوشنود سازید، بلکه به عنوان غلامان مسیح اراده خدا را از جان و دل به جا آورید و خدمات خود را با میل و رغبت انجام دهید، مثل کسی که خداوند را خدمت می کند نه انسان را. زیرا می دانید که خداوند به هر کس، خواه غلام خواه آزاد، موافق کارهای نیکی که کرده است پاداش خواهد داد. ای اربابان، شما نیز نسبت به غلامان خود همینطور رفتار کنید و از تهدید آنان دست بردارید و به یاد داشته باشید که در آسمان غلامان شما و خود شما یک ارباب دارید و او تبعیضی بین آدمیان قائل نمی شود. دیگر این که در رابطه خود با خداوند از قدرت عظیم او نیرو بگیرید. زره کاملی را که خدا برای شما تهیه کرده است به تن کنید تا بتوانید در مقابل نیرنگ‌های ابلیس ایستادگی نمایید. زیرا جنگ ما با انسان نیست، بلکه ما علیه فرمانروایان و اولیای امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم. از این جهت شما باید زره کاملی را که خود خدا مهیا کرده است بپوشید تا در آن روز شریر در برابر حمله‌های دشمن تاب مقاومت داشته باشید و تا پایان جنگ هم پایدار بمانید. پس پایداری کنید و کمربند حقیقت را به کمر ببندید و جوشن نیکی را بتن کنید و نعلین آمادگی برای انتشار انجیل صلح و سلامتی را بپا کنید. علاوه بر اینها سپر ایمان را بردارید تا به وسیله آن بتوانید تمام تیرهای آتشین شیطان را فرو نشانید و کلاهخود نجات را بر سر گذارید و شمشیر روح القدس یعنی کلام خدا را بردارید. همه اینها را با دعا و مناجات انجام دهید. همیشه با هدایت روح القدس دعا کنید و پیوسته برای این منظور بیدار و پشت کار داشته باشید و برای همه مقدسین دعا کنید. برای من نیز دعا کنید تا وقتی سخن میگویم قدرت بیان به من عطا گردد و بتوانم سر انجیل را با شهامت فاش سازم. زیرا به خاطر همان انجیل است که من سفیر هستم، هرچند سفیری در زنجیر. دعا کنید که من آن را آنچنان که باید و شاید با شهامت بیان کنم. تیخیکوس، برادر عزیز ما و خادم وفادار در خدمت خداوند، همه چیز را به شما خواهد گفت تا شما هم بدانید که احوال من چطور است و چه می کنم. او را به همین منظور پیش شما فرستادم تا از احوال ما با خبر شوید و دلهای شما را شاد گرداند. خدای پدر و عیسی مسیح خداوند به همه برادران آرامش و محبت توأم با ایمان عطا فرماید. فیض خدا با همه آنانی باد که خداوند ما عیسی مسیح را با محبتی بی پایان دوست دارند. آمین.